یه قاشق غذاخوری مایه خمیر تو ظرف میریزیم و یه مقدار آب گرم بهش اضافه میکنیم و میزنیم چند دقیقه ای ور بیاد. و حالا حدود 500 گرم آرد داریم، یه مقدار نمک به اون اضافه میکنیم و به هم میزنیم. و حالا که خمیر مایه‌مون ور اومده به آرد اضافه میکنیم و اونو قاطیش میکنیم و کم کم آب به آرد اضافه میکنیم. در اینجا یه قاشق غذاخوری روغن زیتونم بهش اضافه میکنم. به این ترتیب خمیرمون رو باید کاملا ورز بدیم تا زمانی که دیگه به دست نچسبه و به ظرف هم نچسبه. الان خمیر ما آماده است، میذاریم کنار یکی دو ساعت بمونه تا ور بیاد. خمیر ما ور اومده، حالا وازش میکنیم و اونو به شکل یه بربری بزرگ تو سینی پهنش میکنیم. تلاش کنید که همه قسمت های خمیر یکسان تو سینی پهن بشه و حالا حالت میدیم به بربریمون. به شکل سنتی شیارای روش ایجاد میکنیم. این بربری تقریبا بنزه دو تا بربری معمولی میشه. و حالا خمیر بربریمون آماده است، روش میپوشونیم و میذاریم در 15 دقیقه استراحت کنه. و حالا یه مقدار آبجوش و یه قاشق غذاخوری آرد رو با هم مخلوط میکنیم و میذاریم تا کمی غلیظ بشه برای رومال نون. این مایه رو با برس روی بربری میمالیم. این مایه باعث میشه یک کنجد به بربری خوب بچسبه و همچنین روی بربری بعد از پخت قهوه‌ای براق و خوش رنگ بشه. و حالا در اینجا یه مقدار خشخاش و یه مقدار هم کنجد رو بربریمون میپاشیم و میذاریم تو آون به مدت 20 تا 25 دقیقه با حرارت 180 درجه. لازم به یادآوری است آون رو باید 5 دقیقه قبل روشن کرده باشید. و حالا بربری آماده است، جا داره که اونو صبحونه با یه نیمروی دلچسب و یا پنیر و یا هر چیزی دیگه میل کنید. چقدر لذت بخشه که گاهی روزهای آخر هفته نون نخرید، نون بپزید. این واقعا خیلی دلچسبه که صبحانه رو با نون تازه دست خودتون نوشیجان کنید. سپاسگزارم برای لایک و سابسکرایب.